آیا مهدی حقیقت دارد و یا نه؟ سوال آیا حدیثی که در آمدن امام مهدی خبر داده است صحیح است و یا نه؟ جواب حدیث های متواتر آمده است که هر آینه امام مهدی از این امت است که عیسی علیه السلام در عقب امام مهدی نماز میگذارد و حدیث های صحیح دلالت به آمدن امام مهدی میکند و او در آخر زمان میآید و آن نشانه از نشانه های کلان روز قیامت است و شرط از شرط های آن است و از آن حدیث ها قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود از امت من و از آخرین های آنها مهدی می براید که آن از علامت های روز قیامت است. وقتی که آن می آید الله سبحانه و تعالی برکت را عطا فرموده باران را می دهد که همه زمین سبز خرم می گردد. در عهد او مال مردم بسیار می گردد و مدت عهدش باشد 7 و یا 8 سال است. حدیث با روایت امام حاکم و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند مهدی از ما است و از اهل بیت است، یعنی از فرزندان فاطمه رضی الله عنها و نامش نام پیامبر یعنی محمد ابن عبدالله است، اما کی تولد شدن او را الله سبحانه و تعالی می داند. وقتی که او می آید الله سبحانه و تعالی کار او را اصلاح می کند، قدر قیمت او را در یک شب و یا در یک ساعت بالا می کند. حدیث با روایت امام ابن ماجه و امام احمد و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند مهدی از نسل من است، یعنی از فرزندان فاطمه رضی الله عنها. مهدی پیشانی وسیع دارد و بینی دراز که روی زمین با عدل پر می گردد، همچنان که جور و ستم پر گردد و او 7 سال حکم می کند. و قول دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودن عیسی ابن مریم علیه السلام از آسمان نازل می شود و امیر آنها می گوید بیا به نماز به ما امام بشو، پس می گوید نه، هر آینه امامی از شما است. مسلمان به برادر مسلمانش امام می شود که این تکریم پروردگار برای این امت اسلام است. علامه محمد صفارینی گفت و برآمدن مهدی روایت ها بسیار گردید که حتی به درجه تواتری معنوی رسید و در بین علمای اهل سنت و جماعت پهن گردید که آن را از اعتقادهایشان دانستند. امام شیبانی رحمه الله گفت حدیث هایی که در حق مهدی منتظر آمده است که از آن چیز گرفته شود آن 50 حدیث است که بعضی آن صحیح و حسن بوده، بعضی دیگر ضعیف است و آن حدیث ها به یگان شک و شبه حدیث های متواتر هستند. و اما اثر هایی که در حق مهدی از صحابگان کرام وارد شده است اینچنین خیلی زیاد است که برای دانستن آن اثر ها اجتهاد لازم است. بنابراین بر هر مسلمان طلب علم کردن فرض است، زیرا دروغگویان نیز در حق مهدی حدیث های دروغ بافتند و نیز آن دروغگویان یک نفر را تعیین کردند که آن مهدی است و یا گفتند که مهدی از غیر ملت اهل سنت و جماعت است و این دروغگویان و پیروان دجال با این دروغهایشان بنده های الله را فریب دادند تا به چیزی از مال دنیا نائل گردند و ظاهرا خود را شخص اسلامی نشان دادند. از دیر نگذشته آنها وفات کردند، از آن فریب و نفاق آنها آشکار گردید و همه این دروغ و فریب آنها به اعتقاد اهل سنت و جماعت در حق مهدی ضرر نمی رساند، همچنان که آن را صادق المصدوق پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم خبر دادند. الله سبحانه و تعالی داناست.